سلام و درود به همه شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اگر صدای من رو دارید یه پاسپورت به من بدید تا بریم انشالله ادامه درس رو استارت بزنیم. بسیار عالی، خیلی خوش اومدین، خوش اومدین. انشالله درس این جلسه رو با قدرت استارت بزنیم. درود بر شما، سلام بر تک تک شما. خب ما بچه ها جلسه قبل اومدیم و از حدود سال پنجم ششم و کار هم نداشتیم که مفصلا صحبت کردم و گفتم که من اساسا به این موضوع کار ندارم که یکیتون ریاضیش خوبه یکیتون ریاضیش حالا یه خورده شاید ضعیفتر باشه. ما از بیس یعنی سال حدود چهارم پنجم ابتدایی شروع کردیم، منتها موارد چهارم پنجم تا حدود سال هشتم نهم رو به سرعت طی میکنیم و آن چیزهایی رو خواهیم گفت که شما بهش نیاز پیدا میکنید. خب ما رسیدیم به بحث توان. من بچه یک خلاصه ای بگم از ارتباط این جزوات. حالا دیشب یکی از دوستان که نمیدونم حالا در واقع کدوم یکی از شما بود از من پرسید، من تو گروه هم جواب دادم منتها از دوباره هم پاسخ میدم. بچه ما دو تا جزوه داریم، یک جزوه ای تحت عنوان پک یک یوس که در اختیارتون قرار گرفته. این به این معناست که خب ما منطقا موظفیم این جزوه رو صرف تا صدش رو پیش بریم و انشالله پیش خواهیم رفت. بله ظاهرا خانم نامور بودن که پرسیدن. اما یک پک تکمیل کننده داریم، چون تجربه سالیان ما در آزمون بین المللی یوس درس ریاضی نشون داده که به عنوان یه قاعده کلی درسنامه های پک های آموزشی که به صورت عموما بین المللی هم در واقع در اختیار دوستان قرار میگیره، کفاف اون حد اقل های لازم رو نمیده. به خاطر همین ما در بسیاری از فصل ها دو تا پک خواهیم داشت و بر اساس اون حالا میایم تدریس هایی رو انجام میدیم و در نهایت میریم داخل پک اصلی شما. خب ما کل جلسه قبل رو داخل پک آموزشی خودمون بودیم، نه پک آموزشی مربوط به یوس. موارد رو گفتیم، اومدیم جلو یکی یکی با هم درباره گزینه‌ها، شرایط، اهداف، معانی و مفاهیم مختلف بحث کردیم، رسیدیم به توان. 10 ویژگی و 10 شاخصه اصلی از توان رو گفتیم، منتها زمانمون به حل مثال نرسید. انشالله ابتدای این جلسه یک دو تا مثالی رو حل خواهیم کرد و بعد میریم داخل جزوه پک اصلیتون. درسنامه اون رو هم با هم دیگه یک گپ و گفتی با هم دربارش خواهیم داشت و میریم داخل حل تست ها و سوالات برگزیده تا انشالله سوالات و تست هایی که شما باید برای هفته آینده بزنید رو هم مشخص کنیم. ما یک ویژگی 10 تایی از بحث توانها رو با هم دیگه کار کردیم، دونه به دونه در واقع اشاراتی رو بهش داشتیم، رسیدیم به این مثال که البته خب این مثال رو حل نکردیم. لازم توجه کنید، من جلسه قبل هم گفتم 10 ویژگی توانها عملا در ابتدای شروع حل مثال مربوط به اعداد تواندار کاربردی ندارن. یعنی شما استارت حل مسائل مربوط به اعداد تواندار رو نمیتونید با اون 10 تا ویژگی بزنید. این 10 تا ویژگی در ادامه به کار شما میاد تا بتونید ساده سازی انجام بدید. خب سوال، اگر این 10 تا ویژگی که برای اعداد تواندار خوندم که بسیاری از اینها رو هم در دوران دبیرستان و مدرسه بهش اشاره کردن، از اینا نمیتونم برای حل یک سوال مربوط به اعداد تواندار استفاده کنم، پس راه حل و یا استارت حل مسئله چه چیزی خواهد بود؟ خب حتما به این کلید واژه و یا جمله ای که میخوام بگم توجه کنید، یه جا یادداشت کنید. بچه چه در حوزه اعداد تواندار، چه انشالله هفته آینده که ما وارد اعداد رادیکالی و یا اصطلاحا عبارت های رادیکالی بشیم، استارت مسائل شما، استارت تحلیل و پاسخ شما با این جمله واره ای که میخوام بگم خواهد خورد. شما برای حل هر مسئله در حوزه اعداد تواندار و یا اعداد و عبارتهای رادیکالی حتما باید ابتدا پایه ها رو اعداد اول کنید. این جمله ای که گفتم کلید حل تمام مسائل اعداد تواندار و اعداد، اما یعنی چی؟ ما بناست
طبق صورت مسئله دو تا سوال رو با هم دیگه حل کنیم. سوال در واقع بالا و سوال پایین. کلید واژه‌ای که الان گفتم این بود که آقا پایه در یک عدد تواندار ما یک پایه داریم، یک نما داریم. اگر پایه عدد اول نبود قطعا استارت حل مسئله شما اینجوری خواهد بود که اون پایه رو عدد اول کنید. بریم رو سوال. ببینید بچه ها اینجا پایه ها یکی عدد 4، یکی 5، دوباره 5 و اینجا هم عدد 16. پس 5 ها رو کار ندارم چون خودشون عدد اولن، اما یه پایه 4 دارم که عدد اول نیست و یک پایه 16 دارم که عدد اول نیست. منطقا طبق جمله ای که گفتم گام اول حل هر سوال تواندار اینه که بیاید پایه ها رو به عدد اول تبدیل کنید. برای این کار خب ما به این صورت عمل خواهیم کرد. بچه 4 خودش میشه 2 به توان 2 که الان باید به توان 12 هم برسه. دقت کنید دارم اعداد پایه رو اگر مرکب تجزیه میکنم تا به صورت اعداد اول شناسایی بشه. در باب تجزیه هم که مفصلا با هم صحبت کردیم جلسه قبل. خب 5 به توان 6، من بچه ها اینو اصلاح کنم، 5 به توان 6 به اضافه 5 به توان 6، اولا چون پایه ها عدد اوله نیاز به ساده سازی نداره، دوما 2 تا 5 به توان 6 دارم که با هم جمع میشن. پس نوشتم 2 ضرب 5 به توان 6، به جای 16 خواهم نوشت 2 به توان 4 که حالا باید به توان 6 هم رسونده بشه. خب پس استارت حل مسئلمو با این کلید واژه زدم که اگر پایه ای عدد اول نیست من این رو باید تبدیل به عدد اول کنم. حالا که استارت مسئله خورده شد از یکی از اون 10 تا ویژگی که جلسه قبل لیستشون کردیم میایم استفاده میکنیم و ساده سازی میکنیم. خب دقت کنید، خب این ما در مورد این ویژگی صحبت کردیم که اعداد تواندار پرانتزی اگر در اعداد تواندار استفاده بشه نقش بازی میکنه و این به این صورت نوشته خواهد شد که 2 ضرب 12 = 24. به عبارتی این میشه 24، مخرج هم با همون استدلال میشه 2 به توان 24. به همین سادگی که دیگه الان دارید مشاهده میکنید صورت و مخرج با هم ساده میشه. در نهایت من به جواب 2 ضرب 5 به توان 6 که دیگه از این هم ساده تر نمیشه خواهم رسید. سوال چرا این از این ساده تر نمیشه؟ جلسه قبل مفصل صحبت کردم برای ضرب و یا تقسیم اعداد تواندار ما دو تا حالت داریم، یا پایه ها مساویان توان ها فرق میکنن یا برعکس توان ها مساویان پایه ها فرق میکنن. اگر غیر از این حالت بود شما امکان ساده سازی ندارید. وقتی به این نگاه میکنید نه پایه ها با هم برابره و نه آنکه توان ها. بنابراین این مسئله به انتهای خودش رسیده. اگر متوجه شدید و اصلا کلید واژه حل سوالات اعداد تواندار رو به خوبی دریافت کردید، عدد 1 رو بفرستید تا من برم سراغ سوال بعدی و دوباره همین گام به گامی که بهتون گفتم رو رعایت کنیم. درود بر شما. بریم بچه ها سراغ سوال بعدی. اگر به سوال بعدی هم نگاه کنید به خوبی متوجه میشید که من یک سری پایه هایی دارم که اول نیست، به جاش یک سری پایه هایی دارم که اول است. خب من به اونایی که اوله گفتم کاری نخواهم داشت. بر همین اساس من به جای 4 به توان 6 به جای 4ش می نویسم 2 به توان 2 و خب توان 6 رو هم لحاظ می کنم. به جای 27 به توان 4 27 رو می نویسم 3 به توان 3 و منطقا یک توان 4 رو هم براش لحاظ خواهم کرد. 125 به توان 4، 125 چون عدد اول نیست به عدد اول تبدیل می کنم و اون رو هم به صورت 5 به توان 3 می نویسم منطقا با توان 4 و در نهایت به جای پرانتز هم خواهم نوشت 2 ضرب 5 به توان 12 چون پایه عدد اول بود نیاز به ساده سازی نداشت و عبارت به همین صورتی که میبینید ساده میشه. خب اگر اینها رو بیاید بر اساس ویژگی ها استفاده کنید میشه 2 به توان 12 ضرب 3 به توان 12 ضرب 5 به توان 12 ضرب 2 ضرب 5 به توان 12. خب
الان دیگه باید بیایید از ویژگی ها مجددا استفاده کنید. بچه‌ها من حالا هایلایت میکنم که بهتر متوجه بشید. به این نگاه کنید، به این هم نگاه کنید، همچنان به این و این. اینا دارای پایه‌های نابرابر اما توانهای برابرند. خب طبق ویژگی ضرب اعداد تواندار، کاری که من با این انجام میدم، میام یکی از توانها رو مینویسم، پایه‌ها رو در هم ضرب میکنم، یعنی 2 ضرب در 3 ضرب در 5 مجدداً ضرب در 5. خب 1 2 هم باقی مونده. اگر این حاصل ضرب رو انجام بدید، 5 5 تا 25 تا 6 تا 25 تا 150 تا، به عبارتی جواب نهایی به صورت 150 به توان 12 ضرب در عدد 2 حاصل خواهد شد. مجدداً تأکید میکنم اینم دیگه از این ساده تر نمیشه، چون نه پایه ها برابره و نه توان ها. خب اگر بچه ها سوالی دارید، من اعداد تواندار رو درسش رو تموم کردم، منتها در قالب پک اصلیتون مجدداً به اعداد تواندار برمیگردیم و توضیحاتی رو به صورت مفصل روی جزوه خواهیم داد. تا اینجا اگر سوال دارید بپرسید، اگر سوالی نیست یک رو بفرستید که من برم داخل PDF دیگه و در واقع دوستمون لطف میکنن PDF رو عوض میکنن تا ما انشالله بریم سراغ PDF اصلی شما. خب بسیار عالی، ظاهرا سوالی وجود نداره، درود بر شما. خب بچه ها ببینید، ما اومدیم در حک اول، یعنی شروع کارمون در قالب اون جزوه اضافی که داریم روش تحلیل و بررسی میکنیم، شاید بالغ بر 80-90% مفاهیم موجود در این فصل رو به صورت کاملتر و مبسوطتر گفتیم. منطقا اینجا مجددن یک ریویو و یک مروری خواهیم کرد، آن چیزی را که نگفتیم هم با تأکیدات و جزئیات بیشتر خواهیم گفت و میریم سراغ یک سری سوالها در داخل تست ها که من یک سری سوالات سخت و چالشی رو حل کنم تا انشالله وقتی داخل تست ها میشید بتونید که از پس سوالات به صورت کامل و دقیق بر بیاید. اگر خاطرتون باشه ما مراحل آموزشی رو تا انتهای سال تحصیلی جلسه اول، یعنی هفته قبل در واقع توضیح دادیم که انشالله امروز به گام آخر فصل اول، یعنی حل چند تست سخت از داخل پک آموزشیتون میرسیم و منطقا پس از اون شما میمونید و حل تست ها که باز انشالله هفته آینده هم بتونیم رفع اشکال کنیم. خب خوب دقت کنید بچه ها، من خب اعداد طبیعی رو معرفی کردیم، اعداد زوج و فرد رو هم که میدونید، درباره مجموعه اعداد اول، اعداد مرکب، تجزیه شدن و بمیمیم و کمیمیم مفصلا هفته قبل توضیح دادیم، پس عملا اینجا بحثی نداریم. مجموعه اعداد صحیح رو به صورت کامل هفته گذشته توضیح دادیم. اعداد گویا رو همچنان که اینجا میبینید ما هم دقیقا گفتیم که در کتاب درسی به صورت کامل به همین صورت تعریف میشه. ما علاوه بر تعریف مفهومی و دقیق که اینجا ارائه شده که بهتون ارائه کردیم، تعریف تستیش رو هم گفتیم. گفتیم که اگر در کسری شما نه رادیکال دیدید، نه عدد پی دیدید و نه عدد نپر، یعنی 2.71 که با این نشونش میدن، اون کسر شما در واقع یک کسر گویا خواهد بود. در ادامه در واقع اینجا حالا یه نکته ای گفته که پر واضح، منتها مجددا ما هم یادآوری میکنیم، خیلی واضحه که اعداد طبیعی زیر مجموعه اعداد صحیح حسابی، خود اعداد حسابی زیر مجموعه اعداد صحیح، اعداد صحیح زیر مجموعه اعداد گویا و اعداد گویا هم زیر مجموعه اعداد حقیقی خواهد بود. بعد در ادامه اومده اعداد گنگ رو توضیح داده و اعداد حقیقی که ما هم مفصلا به این موارد پرداختیم. ابتدای درس ما هفته پیش همین ترتیب اعمال ریاضی بود، مثالی رو هم حل کردیم و در قالب یک گفتمان هم باقی نذاشتیم که اینجا فقط اومده تعریف کرده. خب اگر اینجا نگاه کنید بحثی داریم تحت عنوان
مخرج مشترک و از این حرفا. به بهانه این موضوع من میخوام یک موضوعی رو پیش بکشم تحت عنوان کار با کسرها، آن چیزی که عموما در سال هشتم و نهم، دیگه نهایت نهم، آموزش داده میشه که شما عملا چه عملیاتی رو میتونید روی کسرها پیاده سازی کنید، که از دل اون منطقا به بحث مخرج مشترک هم اشاراتی رو خواهیم داشت. خب ببینید بچه ها، سوای آن چیزی که اینجاست من میخوام یه خورده پا رو فراتر بذارم. بچه فرض کنید ما یک تساوی داریم به صورت A بیوم برابر با C دیوم. سوال مهم اینه چه عملیاتی رو من روی این تناسب یا در واقع برابری دوتا کسر میتونم انجام بدم در حالی که به لحاظ منطق و اصول ریاضی هم درست باشه. خب من لیست میکنم بچه ها تمام عملیات هایی رو که شما میتونید انجام بدید. دقت کنید بچه ها، اولین کاری که میتونید بکنید، مثلا میتونید B رو بیارید در C ضرب کنید، بگید A میشه BC تقسیم بر D، یا فرض کنید این اولین کار باشه. یا دومین کاری که میتونید انجام بدید اینه که خب D رو بیارید در A ضرب کنید، بگید C میشه AD تقسیم بر B. عملا شما در یک تناسب میتونید یکی از اون متغیرها رو بر حسب بقیه پیدا کنید. نکته بعدی که خیلی مهمه و بسیار کاربرد داره، ببینید بچه ها، شما میتونید این عملیات رو انجام بدید. مخرج رو بیارید با صورت جمع کنید و توی صورت بذارید. به این میگن ترکیب مخرج در صورت. به این میگن ترکیب مخرج در صورت، یعنی مخرج رو برمیدارم میارم تو صورت و با عدد صورت جمعش میکنم. منطقا اگه برای این سمت چپ تساوی دارید این کار رو میکنید، برای سمت راست تساوی هم باید عیناً همین کار رو انجام بدید. خب آیا فقط میتونستم جمع کنم؟ خیر، میتونستید مخرج رو بیارید و از در واقع صورت کم کنید، که به این میگن تفضیل مخرج در صورت، یعنی عدد مخرج رو برداشتید بردید از صورت کم کردید. سوال بعدی، آیا اینا رو فقط میتونستم برای صورت انجام بدم؟ پاسخ منفیه. تحت عنوان ویژگی 4 شما میتونستید صورت رو بردارید بیارید با مخرج جمع کنید، که به این میگن ترکیب صورت در مخرج، یعنی صورت رو برداشتید آوردید و با مخرج جمع کردید. خب اگر منطقا با سمت چپ دارید همچین کاری رو میکنید، خب با سمت راست هم باید همین کار رو انجام بدید. و سوال باز تکراری، آیا فقط باید با مخرج جمع میکردم؟ پاسخ منفی است. میتونستید بیاید تفضیل صورت در مخرج انجام بدید و به این صورتی که میبینید، به اینها بچه ها میگن کار با کسرها. من بچه ویژگی شماره 4 رو اگر بخوام به صورت یک پارچه بنویسم، مرسوم در کتاب ها ویژگی شماره 4 رو بچه اینجوری نشون میدن. حالا من به خاطر اینکه اجازه بدید، حالا این به مشکلم خورده. خب حالا اجازه بدید بچه هم من پس اینجا می نویسم. بچه ها عموما در کتاب ها بچه ها این ویژگی شماره 3 و 4 رو در قالب یک ویژگی به این صورت می نویسن که همه اون مفاهیم که گفتم الان داخل این کسر هست. دقت کنید، ترکیب صورت در مخرج، تفصیل صورت در مخرج، ترکیب مخرج در صورت، تفصیل صورت در مخرج. منتها هر کاری با سمت چپ تساوی انجام میدید، منطقا باید با سمت راست تساوی هم همون کار رو انجام بدید. این بچه ها برایند ویژگی های 3 و 4 خواهد بود که بسیار مهمه در کار با کسرها و بسیار مورد استفاده قرار میگیره. خب این بچه ها از این موضوعی که ما داشتیم بهش اشاره میکردیم و باید توضیحاتی رو در موردش میدادیم. موضوع بعدی و خاصیت بعدی بچه ها بحث مخرج مشترک گرفتنه، که خب میدونید اون توی مرحله 3 جا به جا نوشتید. بذارید ببینیم بچه ها دوستتون تو مرحله 3 چی میگه. A به مثبت منفی B روی B، C مثبت منفی D روی D. چی رو جا به جا نوشتم؟ چون جا به جا ننوشتم،
حالا تا اونجایی که الان من دارم نگاه میکنم، حالا یا ترکیب مخرج در صورت یا تفضیل مخرج در صورت. من حالا تو این بچه ها فعلا در حال حاضر که دوستتون داره اشاره میکنه اشتباهی نمیبینم. حالا باز اگر موردی به ذهنتون میرسه تایپ کنید، در موردش با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. خب بچه، مطلب بعدی بحث مخرج مشترک گرفتنه، که خب مخرج مشترک عملا یه کاریه که به کرات در دروس مختلف و در قسمتهای مختلف بهش احتیاج پیدا میکنید، که باید ببینیم چه کار میتونیم انجام بدیم. خب بچه، از خود روی همین جزوه برای مخرج مشترک کار رو پیش میبریم و توضیحات تکمیلی تر رو ارائه میکنم. ببینید، گام اول اینه که من میخوام دو تا کسر رو با هم جمع کنم اگر هم مخرج باشن. دقت کنید، من این قسمتی که میخوام درس بدم رو داخل کادر سبز رنگ بذارم. ببینید، خب پر واضحه اگر هم مخرج باشن دیگه عملا چیزی تحت عنوان مخرج مشترک وجود نداره و شما یکی از مخرجها رو می نویسید، صرفا صورتها رو با هم دیگه جمع و تفریق و حالا عملیات ریاضیشون رو انجام میدید. بسیار عالی، همین که متوجه شدید هدف ما همینه. خب ببینید بچه ها، اگر دو تا کسر هم مخرج نباشند، دقت کنید، یعنی اینجا بچه ها، من بیارم اینجا، من میخوام مخرج مشترک بگیرم، میخوام مخرج مشترک بگیرم در حالی که دو تا کسری که دارم اینا هم مخرج نیستن. خب چه کار باید انجام بدم؟ دقت کنید بچه، عموما عادت دارید، بچه ها عادت دارن که میان مخرج ها رو در هم ضرب میکنن، یعنی میگن ب ضرب در د. حالا وقتی میخوان مخرج مشترک بگیرن میگن اگر بی دی رو تقسیم بر بی کنم ای میشه، ای ضرب در ای مثلا میشود ای دو. حالا یک مدل دیگه ای که دوستان عادت دارن انجام بدن اینه که میان مخرج مشترک رو به صورت حاصل ضرب می نویسن، بعد وقتی میخوان حاصل صورت رو معلوم کنن، پروانه ای اسمش رو هر چی میخواید بذارید بذارید، پروانه ای، قطری و یا حالا هر موردی، میان این اعداد رو در هم اینجوری ضرب میکنن، البته با ذکر علامت که من اینجا با فلش نشون میدم، حاصل صورت رو حساب میکنن. خب منتها بچه، این روش اگر مخرج ها عددهای بزرگی باشن عملا یه کار سختیه. مثلا بچه ها به اعدادی که میگم خوب دقت کنید، مثلا فرض کنید من میخوام عدد 1/12 رو، فرض کنید حالا من اینو بذارید بذارم عدد چو زیادتر کنم، من بچه اینو عدد چو زیادتر میکنم، به علاوه مثلا یک، فرض کنید که 36 میکنم. خب بچه، سوال اینه اگر من بخوام بین این دوتا مشترک بگیرم و از قاعده های همیشگی استفاده کنم، باید بیام 24 رو ضرب در 36 کنم. خب این بزرگه بچه، بدبختی زمانی شروع میشه که مثلا اینجا 3 باشه فرض کنید، اینجا 2 باشه، و این باز کار شما رو سختتر خواهد کرد. خب چه کار کنیم تو اینطور موارد؟ اینجا بچه ها بهتون توضیح داده، شما اگر میخواید مخرج مشترک حرفه‌ای بگیرید باید بیاید که میمیم مخرج ها رو حساب کنید، که در مورد که میمیم جلسه قبل مفصلا صحبت کردم. اتفاقا خانم نامور دیشب اشاره میکردش که ما در واقع تو این پک که میمیم نداریم، ولی نگاه کنید اینجا کاربرد که میمیم وجود داره، برای همین ما که میمیم رو در واقع بهتون آموزش دادیم. خب حالا بچه، من که میمیم این دوتا رو بخوام پیدا کنم، سوال مهم اینه اگر بناست بیایید این مسیر رو پیش برید. بچه خوب دقت کنید، من دارم سعی و خطا میرم تا شما به نقاط ضعف و قوت کار پی ببرید. اگر بناست شیوه اصلی که میمیم رو برید، یعنی بگید 24 بر 2 بخش پذیر 12 بر 2 6 بر 2 3 دیگه بر 3 بخش پذیر 1 1 و تمام، 36 بر 2 بخش پذیر 18 بر 2 9 بر 3 3 بر 3 1 1 و باز هم تمام. یعنی اگر بناست این مسیر رو برید و که میمیم رو پیدا کنید، عملا با یک فرایند طولانی مواجهید. خب بچه ها، اگه من بخوام الان که میمیم رو پیدا کنم که گفتم به صورت بازه بسته 36 و 24 می نویسنش، خب میشه عوامل مشترک با بیشترین توان. خوب دقت کنید بچه، من اینجا دو رو 3 بار دارم، اینجا 2 رو 2 بار دارم، چون دارم که میمیم حساب میکنم با بیشترین توان مد نظر من قرار میگیره. اینجا بچه ها 3 رو 2 بار دارم، اینجا 3 رو 1 بار دارم، پس 3 به توان 2 هم اینجا قرار میگیره. خب 8 ضرب در 9
72 به عبارتی مخرج مشترک اینا بچه ها میشه عدد 72. اما به من گوش کنید بچه ها، 36 رو ضرب در 2 کنید، پاسخشو به من بگید، تایپ کنید 36 ضرب در 2 چقدر میشه؟ 72. بچه ها یعنی من بدون اینکه این مراحل رو برم به همین جواب 72 با 36 با ضرب 36 در 2 رسیدم. اما چجوری؟ خب ببینید بچه ها، من خودم قاعدم اینه، چون اکثر این ضربای یه رقم در دو رقم یا گاهن دو رقمای کوچیک در دو رقمای کوچیک دیگه تو ذهنم هست، اگر بنا باشه دو تا عدد مرکب رو مثل 24 و 36 به جملاتم دقت کنید، اگر بنا باشه دو تا عدد مرکب رو، نه وقتی یکی از اعداد اوله، بعد توضیح میدم، اگر بنا باشه از دو تا عدد مرکب مخرج مشترک بگیرم، عدد بزرگتر رو انتخاب میکنم. بین 24 و 36 عدد بزرگتر 36ه. از خودم سوال میکنم، میگم آیا 36 یعنی عدد بزرگتر بر عدد کوچکتر 24 بخش پذیره؟ خب پاسخ منفیه، بخش پذیر نیست. خب میگم حالا که بخش پذیر نیست، میام عدد بزرگتره که اینجا 36 باشه رو ضرب در 2 میکنم، 36 میشه 72. خب میبینم که الان هم بر 36 بخش پذیره هم بر 24، پس میگم 72 همان مخرج مشترک دو عدد 36 و 24. سوالی که میتونی ازم بپرسی اینه که اگه دو بخش پذیر نبود چی؟ خب میری ضرب در 3 میکنی، اگه 3 ضرب در 4. عموما بچه‌ها در کسرهایی که در آزمون‌های استاندارد مواجهید، اگر دو تا عدد مرکب باشه یه همچین قانونی به سرعت به شما تا عدد 3 و 4 و 5 جواب خواهد داد و دیگه نیازی به محاسبه کمیمیم برای تعیین مخرج مشترک نخواهید داشت. خب پس بچه‌ها، حالا هر کی دوست داره روش کلیشو بره، هر کی دوست داره از روشی که توضیح دادم و خودم میرم بره. حالا میخوام بگم 72 ضرب در 24 تقسیم بر 24 3 3 3 تا 9 تا، به اضافه 72 تقسیم بر 36 2 2 2 تا 4 تا، به جواب 13 72 میرسم. پس بچه ها اگر بنا بود حرفه‌ای مخرج مشترک بگیرید، باید می اومدید کمیمیم این دوتا رو پیدا میکردید، که دوتا روش برای کمیمیم این دوتا من الان بهتون منتقل کردم. اما فرض کنید دوستی علاقه‌منده که مثل قانون اول که این بالا وجود داره مخرج ها رو در هم ضرب کنه تا در واقع مخرج مشترک بگیره، یعنی عملا باید بیاد بنویسه 24 ضرب در 36. حالا اینو انجام بده، بگه 24 12 و 12 باز 24 با 2 26 و بعد بگه که 3 2 تا 6 2 2 تا 8 تا، یعنی بشه 864. خب الان تازه بگه مخرج مشترک من 864، باز بیاد بگه 864 تقسیم بر 24 میشه 36، 36 رو ضرب در 3 کنه، عددشو بنویسه، باز دوباره ساده کنه و الی آخر. جمع بندی کنم، هدف مخرج مشترک گرفتن بود. مادامی که دو عدد موجود در مخرجتون عدد مرکبه، یه عدد مرکب میشه بچه ها، ساده ترین راهی که معلمای دوران ابتدایی و راهنماییتون بهتون یاد دادن ضرب دو عدد مخرج در همه، که عملا میبینید چه مصیبتی داره، با چه اعداد بزرگی باید کار کنید، احتمال اشتباهتون زیاده. خب روش حرفه‌ای چیه؟ روش حرفه‌ای استفاده از کمیمیم دو عدده که جلسه قبل مفصلا در موردش توضیح دادم. خب باز حرفه‌ای تر از کمیمیم چیه؟ حرفه‌ای تر از کمیمیم اینه که اگر دیدید دو تا عدد مرکب تو مخرج دارید و میخواهید مخرج مشترک بگیرید، بیایید عدد بزرگتر رو انتخاب کنید، از خودتون بپرسید آیا عدد بزرگتر بر عدد کوچکتر بخش پذیره؟ اگر بخش پذیر بود همان میشود مخرج مشترک شما. بچه ها مثل عدد 8 و 4، عدد بزرگتر رو انتخاب کنید 8، چون بر 4 بخش پذیره مخرج مشترکشان همان 4ه. اگه بخش پذیر نبود عدد بزرگتر رو ضرب در 2 کنید، حالا ببینید بر هر دوتا بخش پذیره، اگر بود همان مخرج مشترکه، اگر نبود میرید ضرب در 3 ضرب در 4 ضرب در 5. باز هم تاکید میکنم در یک آزمون استاندارد در حالت مخرج مشترک گیری، زمانی که دوتا عدد مرکب باشه، این قاعده دستی که در واقع به شما گفتم به صورت یک قاعده تستی در واقع تا اعداد 3 و 4 منطقا جواب خواهد داد. خب این بچه ها از مخرج مشترک که خب بلد بودید، منتها لازم بود یک سری توضیحات
مفصلی رو در موردش داشته باشیم. بحث بعدی بچه ها جمع و تفریق اعداد اعشاریه. خب از فکر کنم حدود سال پنجم ششم ابتدایی به خوبی میدونید که من وقتی بناس دو تا عدد رو با هم دیگه جمع و تفریق کنم که دو تا عدد یا نه حداقل یه عدد اعشاریه، باید این دو تا عدد رو جوری زیر هم بنویسم که هم جایگاه ها زیر هم قرار بگیرن. یعنی چی؟ بچه ها دقت کنید، فرض کنید من میخوام همین عددی که این اینجا گفته رو بیام و انجام بدم. به چه صورت؟ یعنی بگم 1.62 منهای 0.35. خوب دقت کنید منظورم چیه؟ بچه ها اینا جایگاه در واقع صدومن، یعنی شما اونو میخونید 62 دو چی صدوم، پس اینا باید زیر هم نوشته بشن. این دوتایی دیگه بچه ها جایگاه دهمن، پس هر وقت هر عددی رو بنا داشتید جمع و تفریق کنید هم جایگاه ها باید زیر هم قرار بگیرن. ما به اینا میگیم بچه ها جایگاه یکان دیگه، خب یکان ها باید زیر هم باشه، اگه دهگان داشت دهگان ها باید زیر هم باشه و الی آخر. و خب نحوه تقسیمش رو هم که میبینید منطقا من برای اینکه بتونم این تقسیم رو انجام بدم عملا میام از این 6 یکی قرض میگیرم میشه 5، این میشه 12، 12 منهای 5 7، 5 منهای 3 2، 1 منهای 0 1، یعنی به جواب 1.27 میرسید. پس نکته کلیدی توی جمع و تفریق اعداد اعشاری اینه که شما هم جایگاه ها رو حتما باید زیر هم بنویسید. مثلا بچه ها فرض کنید، خوب دقت کنید، فرض کنید به من میگم 5.62 رو فرض کنید میخوام با 4.2 جمع کنم. خب یعنی یکی از اعداد صدم دارد دیگری صدم ندارد. خب پس من خودم میام بچه ها چون اینا که جایگاهشون درسته، اینم جایگاهشون درسته، خودم یه صفر اینجا میذارم تا عملا تمام جایگاه ها رو نظم و ترتیبشون رو رعایت کرده باشم. 2 با 0 2، 6 با 2 8، 5 و 4 9. این بچه ها میشه تحت عنوان قانون و قاعده جمع و یا تفریق اعداد اعشاری. بچه همزمان که من دارم پیشروی میکنم حتما اگر سوالی دارید بنویسید، من قطعا یک چشمم در طول تدریس به سوالات شما هست. خب ضرب اعداد اعشاری، هیچ قانونی نداریم، هرچه اعشار دارید بریزید دور، ابتدا یک ضرب بسیار ساده انجام بدید، در نهایت به تعداد ارقام اعشاری به جواب حاصلتون ممیز بزنید. مثلا من میخوام در واقع 1.62 که اینجا گفته رو ضرب در 0.35 کنم و جوابش رو بنویسم. اول بچه ها میام اینجا فکر میکنم اصلا عددی ندارم، یعنی اعشاری ندارم، یعنی 162 رو به راحتی ضرب در 35 میکنم. خب بچه ما چون جواب این رو اینجا داریم در میاد 5670. خب حالا میام تو قسمت قبلی 5670 رو می‌نویسم، منتها دو رقم اعشار این بالا دارم، دو رقم اعشار هم این پایین دارم. 2 با 2 رو جمع کنید میشود 4. خب 4 رقم اعشار به این در واقع اعمال میکنم، 1 2 تا 3 تا 4 تا، یعنی میشه 0.5670 10000 یا حالا 0.5670. خب اینم بچه ها از حالت مربوط به ضرب اعداد اعشاری که مفصلا در موردش توضیح دادیم. در مورد بچه ها تقسیم اعداد اعشاری هم همچنان که از دوران در واقع راهنماییتون میدونید، فرض کنید من میخوام 35.14 رو تقسیم بر 18 کنم. من میدونم که تقسیم عملا عکس عمل ضربه. خب همچنان که میدونید به جای تقسیم بر 18، یعنی به جای این قسمت دقت کنید، مینویسم ضرب در 10/8، یعنی این جای صورت مخرج رو عوض میکنم و تقسیم رو هم میام به ضرب تبدیل میکنم و در ادامه حاصلش رو
پیدا میکنم. این هم از بحث مربوط به ضرب و تقسیم و جمع و تفریق مربوط به اعداد اعشاری. اگر سوالی دارید بپرسید و الا یک رو بفرستید که من بفهمم متوجه شدید، بریم سراغ ادامه موضوعات مربوط به پک آموزشیتون تا بدونیم که چجوری باید این مباحث رو به سرانجام برسونیم. خب بچه در باره بسیار عالی، بچه در مورد تیتر مربوط به کسرهای مخدوم مفصلا توضیح دادیم، سوالات متنوعی رو در پک قبلی حل کردیم، در جزوه کمکیتون حل کردیم، اومدیم گفتیم که اعداد اعشاری یا ساده‌ن یا متناوب ساده یا متناوب مرکب. این که کی مخدوم میشن در واقع، یا همون ساده، کی متناوب ساده، کی متناوب مرکب، معیاراشو بهتون توضیح دادم. در کنار توضیح این معیارها اومدیم هر کدوم از این سه حالت رو به کسر هم تبدیل کردیم. همچنان که اینجا دارید میبینید بچه ها، تمام این جزوتون طی این صفحاتی که من دارم در واقع رد میکنم به این مورد اختصاص پیدا کرده، پس ما عملا ازش عبور میکنیم. یکی از دوستاتون یادم هفته پیش همچین سوالی رو پرسید، گفتش که اگر اون عدد اعشاری رو که میخوایم به کسر تبدیل کنیم عدد صحیح داشت باید چه کار کنیم. گفتم که شما عدد صحیحش رو بیخیال شو، یعنی اون عددی که به شما داره گفته میشه رو به این صورت بنویس، یه قسمت صحیح داره یه قسمت اعشاری، به این معنا که در واقع اینجا می نویسم 0.3 دوره گردش. خب من به این قسمت که کاری ندارم، من اینو می خوام به کسر تبدیل کنم، میشه 1 به اضافه خود عدد رو تو صورت می نویسم، به تعداد ارقام زیر دوره تناوب و یا گردش هم 9 میذارم، 1 به اضافه 1/3، به جواب 4 در واقع 3 خواهید رسید که همان 12/9. بچه ها اگر ساده کنید اینم میشه 4/3. این دوتا با هم دیگه جواباشون یکیه. خب در مورد بچه ها بقیهش هم که با هم دیگه صحبت کردیم تا میرسیم به کسرهای مسلسلی که عملا ما درسش رو ندادیم، چون در واقع همینجا خودش به صورت مفصل توضیح داده بود، موکول کردیم به اینجا. این مطلب میشه آخرین قسمت پک آموزشی یک شما. خب بچه کسرهای مسلسلی، خب بخونیم طبق تعریفی که اون بالا دارید میبینید، اگر یه روند مشخصی در صورت و یا مخرج کسر تا بی نهایت ادامه داشته باشه، به این ساختار و قالب بچه خوب نگاه کنید، به اینی که میخوام داخل در واقع یک دایره قرمز رنگ قرارش بدم، بچه به این سه نقطه خوب دقت کنید، یه روند مشخصی در مخرج تا بی نهایت ادامه داره. لزومی نداره این روند مشخص ممتد تا بی نهایت در مخرج باشه، امکان داره در صورت باشه، منتها یا در صورت یا در مخرج یه روند مشخصی تا بی نهایت دارم. نشانش هم اینه که سه نقطه میذاره. خب سوال، برای حل اینها باید چه کار کنم؟ به اینا میگن کسرهای مسلسلی، ادامه دار، ممتد. خب بچه من برای اینها دقت کنید، حالا من اینو اگر در واقع حالا الان دوستمون زحمت میکشن پاکش میکنن، و اما بچه برای حل کسرهای مسلسلی در جریان باشید که اون قسمتی که بچه ها تو مخرج داره تکرار میشه رو برابر با حرفی مثل x میگیرید، حالا هر چی دوست داشتید، x، a، k، t، مهم نیست، برابر با یه حرفی میگیرید و منطقا جواب پس از مساوی هم همان خواهد شد، یعنی این دوتا عین همه. ببینید یعنی به جای کل این یک که اینجا بچه ها اینن وجود داشت، خوب دقت کن به این چیزی که می نویسم، خب اینم که بچه ها همان صورت کسره که اینن وجود داره، اون قسمتی که داشت مدام تکرار می شد در مخرج رو برابر با حرفی مثل x گرفته، جواب نهایی هم که همان در میاد، یعنی بچه ها این دوتا همیشه مثل همه. خب حالا به چی رسیدم؟ حالا به حل یک معادله یک مجهول رسیدم، یعنی به جای حل این کسر مسلسلی میام اینو حل میکنم.
این میشه روش تحلیل یک کسر ممتد، یک کسر ادامه دار. آن قسمت تکرار شونده رو یه حرفی مثل x اختیار میکنید، نتیجه بعد از تساوی هم همان حرف خواهد شد و بعد تبدیل میشه به یک در واقع معادله، که حالا ما بناست این معادله رو شروع کنیم به حل کردن. اینجا بچه ها یه حالت استثنایی هم داره که تحت عنوان حالت دو داریم ازش نام میبریم، که حالا اونم اینه بچه ها. خوب دقت کنید، فکر نکنید بچه ها این داره تو مخرج تکرار میشه. در واقع جالبه بدونید بچه ها چیزی که داره تو مخرج تکرار میشه خود همینه. یعنی به چه عنوان بچه ها؟ یعنی کل این قسمتی که بردم داخل علامت قرمز رنگ، این میشود n به اضافه 1. چرا؟ چون اون چیزی که داره در واقع تکرار میشه این قسمت، اینا همه برابر با 1 میشه. یه n هم که از این قبل داشتیم، اینو اینجا میذاریم. حالا این n به علاوه 1 با این n به علاوه 1 خط میخوره. یه n این قبل داشتیم که آوردیم اینجا، و این کسر هم که کلن حاصلش 1 شد. در نهایت به پاسخ n به اضافه 1 رسیده. اینو گفتم تا فقط حواستون رو به این نکته جمع کنم. عمده دقتی که تو حل این تست ها باید انجام بدید شناسایی قسمت تکرار شونده. نرید سریع بگید کل مخرج مدام داره تکرار میشه. اون تکرار رو ببینید، شناسایی کنید، و بعد حالا اون قسمتی که داره تکرار میشه رو مثلا برابر با حرفی مثل x بگیرید، a بگیرید، با هر حرفی که راحت ترید. خب من انشالله بچه ها الان میرم تو تست ها دو نمونه از این حل میکنم که در واقع با همدیگه متفاوت باشه، تا انشالله حدود 7-8 مدل دیگه ای که 7-8 نوع تست دیگه ای که از این مورد تو تستاتون هست و به راحتی بتونید حل کنید. در قسمت آخر هم که بچه ها اومده و مقایسه کسر ها رو انجام داده، که ما هم مفصلا در این مورد با همدیگه صحبت کردیم. خب ما بچه عملا فصل اولمون تموم شده و شما باید وارد تست ها بشید. منتها من یک سری از تست ها رو بچه ها شماره گذاری کردم که عموما بچه ها تجربه نشون داده با توجه به تفاوت بین سطح آموزشی که در پک داده و سطح سوالاتی که از شما خواسته تحلیل کنید، عموما بچه ها در گام اول حلشون نیستن و سوالات پالشی محسوب میشه. از این جهت یک دسته از سوالات رو همیشه از فصول انتخاب میکنم قبل از اینکه شما رو سوق بدم به سمت اینکه برید و این تستای آخر فصل هر فصل رو بزنید. خودمون تست های سنگین چالشی که به لحاظ سایر تست ها هم کمک میکنه رو تحلیل و بررسی میکنم، تا انشالله وقتی وارد تست ها میشید با یک دید باز وارد تست ها بشید و عملا بتونید که به جواب مورد نظرتون برسید. تست اول بچه ها تست شماره 55 که من انتخاب کردم با هم دیگه حل کنیم، یعنی جزوتون رو ورق بزنید بچه ها. تا تست 55 عملا موضوعی برای گفتن نداریم و بسیار تست ها ساده است. من میخوام در واقع درس رو موکول کنم به حل تست شماره 55، یعنی این تستی که اینجا دارید میبینید. خب بچه اگر صفحه در واقع تست 55 آوردید، یک رو بفرستید من بدونم با من دارید پیش میاید، تا در واقع بریم سراغ حل تست شماره 55. درود بر شما. بچه دقت کنید، کلن ستون سمت چپ این صفحه ستونیه که عملا شما با یک سری رویکرد جدید در طرح سوال دارید مواجه میشید. به خاطر همین حالا من دو نمونه از این رو 55 و 57 رو شماره گذاری کردم که تحلیلش کنم، تا انشالله آن 3-4 تا تست دیگه‌ای که داخل همین ستونه و داریم به خودتون موکول میکنیم رو بتونید تجزیه تحلیل کنید. ببینید بچه‌ها، گفته 3 تا عبارت دارم، 3 تا متغیر دارم که عضو اعداد صحیحه. 3 تا متغیر دارم که عضو اعداد صحیحه، یعنی 0 1 2 الی آخر، منفی 1 منفی 2 الی آخر، منتها صحیح مثبته. حالا من اینو خوب دقت کنید، منتها بچه اینجا خودش قید کرده که صحیح مثبته، یعنی فقط 1 2 3 4. بچه یادتون باشه صحیح مثبت همان اعداد طبیعیه،
نگید صفرم جزو صحیح مثبته. بچه ها صفر نه مثبت است نه منفی. خب پس تا الان فهمیدم سه تا متغیر دارم که از دل اعداد طبیعی انتخاب کردم و در شرط دوم میدونم که این سه تا متغیر من عملا با هم مساوی نیستن. این سه تا متغیر من عملا با هم مساوی هم نیستن. یه عبارتی هم به من داده، گفته A به اضافه 2 تا B به اضافه 3 تا C شده 45. بعد از شما ماکسیموم این متغیر A رو خواسته. خب بچه ها نکته ای که باید بدونید اینه که ببینید بچه ها، فرض کنید من دو تا عدد رو با هم جمع کردم. بذارید یک مثال راحت تر بزنم. فرض کنید بچه ها یک سطلی دارم، یک حالا کتری دارم، اسمشو هر چی میخواید بذارید، یه منبعی دارم برای مایعات. دو تا منبع دیگه دارم که یکیش فرض کنید مثلا آب پرتقاله، یکیش مثلا فرض کنید شیره. میخوام اینا رو بریزم داخل اون منبع واحدم. خب حالتهای مختلفی وجود داره که بریزم. میتونم نصف منبع واحدم رو از آب پرتقال پر کنم، نصفش رو از شیر پر کنم. میتونم یک سومش رو آب پرتقال بریزم، بقیهش که بشه دو سوم رو شیر بریزم. میتونم تمام آب پرتقالا رو خالی کنم، دیگه آب پرتقال نداشته باشم، هر آنچه که باقی مونده بود رو آب در واقع شیر بریزم. ببینید این مدل، یعنی بی نهایت مدل وجود داره که شما میتونید اون سطل واحدتون رو، اون در واقع محتویات واردتون رو که وقتی میخواید بریزید وارد کنید، با شیر و پرتقال مثلا پر کنید. خب حالا سوال گفته من ماکسیموم A رو میخوام، یعنی میخوام A رو بچسبونم به سقف و بعد بقیه رو انتخاب کنم. به عبارتی تو مثالی که زدم میخوام هرچه آب پرتقال دارم تو اون سطل واحدم بریزم، دیگه آب پرتقال که تموم شد، یعنی ماکسیموم حجم آب پرتقالمو که ریختم، هر چقدر از اون سطل باقی مونده بود شیر بریزم. یه سوال میپرسم، بگید با من موافقید یا نه. بچه توی این حالت که همه آب پرتقالا رو خالی کنم، بعد نگاه کنم چقدر خالی داره، بقیهش رو شیر بریزم، اون میزان شیری که دارم میریزم مینیموم حالت ممکن برای حجم شیریه که میتونم اضافه کنم. اگر با این مینیموم بودن موافقید یک رو بفرستید تا بعد بریم سراغ ادامه داستان. یعنی تمام حجم آب پرتقالم رو بریزم، دیگه وقتی آب پرتقال نداشتم بقیهش رو شیر بریزم. خب تو این حالت کمترین مقدار شیری ممکنه. خب پس بچه ها اگر قبول دارید برای ماکسیموم شدن آ، دقت کنید، برای ماکسیموم شدن آ شما باید بچه ها این حاصل رو مینیموم کنید، چاره ای جز این مورد ندارید. بچه ها شما باید، حالا اینم نمیدونم چرا اذیت میکنه، حالا به هر حال بچه ها برای ماکسیموم شدن A شما باید اون قسمت رو مینیموم کنید. خب اگر بناست این قسمت مینیموم بشه و بیوسی هم از دل اعداد طبیعی انتخاب بشه، برای مینیموم شدن قطعا C باید کوچکتر از B باشه. چرا؟ چون ضریب C بزرگتره و وقتی ضرب میشه عدد بزرگتری رو حاصل میکنه. اگر با من موافقید که ضریب C باید کوچکتر باشه، دوباره یک بفرستید که بریم سراغ ادامه داستان. خب بسیار عالی. خب بچه ها پس دقت کنید، من میخوام اینو مینیموم کنم، فهمیدم C باید کوچیکتر از B باشه، میدونم که C و B باید از دل اعداد طبیعی انتخاب بشه، در نهایت پس C رو عدد 1 انتخاب میکنم، B رو عدد 2 انتخاب میکنم. قطعا با انتخاب C مساوی با 1 و B مساوی با 2 شما 2B به اضافه 3C رو مینیموم کردید. شما 2B به اضافه 3C رو مینیموم کردید، در نهایت این باعث میشه A ماکسیموم بشه تا حاصل برابر با 45 به دست بیاد. خب بچه ها الان اینو بخوام حل کنم میشه 2 ضرب در 2 به اضافه 3 ضرب در 1 به اضافه A برابر میشه با 45. خب این بچه ها میشود 7، ببرید اون طرف از اون کم کنید، 45 منهای 7 به جواب 38 میرسید، یعنی گزینه ای.
و به این صورت و با این استدلال بچه ها کل این ستون رو میتونید حل کنید. یعنی سوالات تحلیلی، سوالاتی که به قدرت تخیلتون، به قدرت تحلیلتون، استنباطتون و درکتون برمیگرده و صرفا یک راه حل مشخص و واحدی نخواهد داشت. خب اگر این سوال رو بچه ها که سعی کردم خیلی با جزئیات توضیح بدم متوجه شدید، یک رو بفرستید، من برم سراغ سوال 57. درود بر شما، سایر دوستان هم که متوجه شدن. خب بریم بچه ها سراغ سوال 57. به اینجا دقت کنید. اولا بچه ها در دنیای ریاضیات این علامت به معنای مجموعه، زیگما خونده میشه یا سیگما، هر چی دوست دارید بخونید. بچه ها زیگما به معنای علامت مجموعه، یعنی اگه به شما بگن زیگمای 1 تا 5، یعنی اعداد 1, 2, 3, 4, 5 رو همه رو با هم جمع کن، حاصلش رو به من بگو. یعنی دیگه نمی نویسن اگه بخوام بچه ها بگن اعداد 1 تا 1000 رو جمع کنید، به شما نمیگن 1, 2, 3, 4 برن تا 1000, 5, 6 صفحه پر کنن، به شما اینجوری نمایش میدن، میگن زیگمای آی مساوی با 1 تا 1000. شما از دل این متوجه میشی که هدف سوال در واقع بچه حالا تا 100 فرض کنید، مجموع اعداد 1 تا 100 دیگه نمی نویسن. پس بچه در دنیای ریاضیات به این زیگما قطعا، در واقع به این علامت زیگما گفته میشه که مخففه. اگه دوستمون زحمت بکشه پاک کنه در واقع پی دی اف رو، در واقع خب پس بچه این زیگما علامت مجموع حساب میشه. حالا ببینید به من چی گفته. دوباره گفته یک A و B دارم که عضو اعداد طبیعیه، زد مثبت همان اعداد طبیعیه. بعد گفته که 17 رو منهای A میکنم، A رو هم منهای 6 میکنم، در هم ضرب میکنم، حاصل میشه B. مجموع مقادیر ممکن برای A، بچه دارم زیگما رو دارم ترجمه میکنم، مجموع مقادیر ممکن برای A چقدر میشه. خوب دقت کنید بچه ها، خوب دقت کن ببین چی میگم. بچه اگر من آ رو دقت کن، اگر آ رو بیام کمتر از 6 بذارم، اوکی؟ مثلا فرض کنید 5. بچه اگه آ رو 5 بذاری اینجا میشه منهای 1، اینجا هم میشه 12، ضرب کنی میشه منهای 12، یعنی بی رو برابر منهای 12 به دست میاری. غلطه، چون سوال گفته بود بی عضو اینه. پس من A رو کم از 6 نمیتونم انتخاب کنم، چون برای B مقادیر منفی اختیار میشه. از طرفی بچه ها دقت کنید، اگر همین A رو تصور کنید من بیام بزرگتر از 17 انتخاب کنم، 18 بذارید، بچه اینجا میشه منهای 1، اینجا میشه 12، دوباره جواب میشه منهای 12 که غلط است، چون سوال گفته B رو باید داخل مجموعه اعداد طبیعی پیدا کنی. پس من نتیجه میگیرم بچه ها از دل همه این صحبت ها، نتیجه میگیرم ای من باید بین 6 تا 17 باشه. حالا این 6 و 17 رو از کجا آوردم؟ ریشه های این دوتا پرانتز بود. ریشه های دوتا پرانتز رو پیدا کردم، فهمیدم برای آنکه شرط سوال مبنی بر طبیعی شدن بی، یعنی 1, 2, 3, 4, 5 نهایت شدن بی رعایت بشه، اینه که من باید آ رو بین 6 تا 17 انتخاب کنم. خب با توجه به این که بچه ها آ و بی باید عضو اعداد طبیعی باشن و باید داخل 6 تا 17 هم باشه آ، پس من آ رو عملا میتونم 7 انتخاب کنم یا 8 انتخاب کنم یا 9 انتخاب کنم، برید جلو تا عدد 16 انتخاب کنم و به جواب این قسمت برسم. دو تا نکته. اولا 6 رو نمیتونم انتخاب کنم. خوب دقت کن. 6 رو نمیتونم انتخاب کنم. 17 رو هم نمیتونم انتخاب کنم. خب این بچه‌ها چرا نمیتونم انتخاب کنم؟ چون باید عضو اعداد طبیعی باشه، اینجا هم مساوی ندارم. پس 6 و 17 کنار گذاشته میشه. چرا اومدم حالتهای مختلف آ رو با هم جمع کردم؟ دلیلش بچه ها واضحه، چون این به من گفته بود که بیا برو زیگمای آ، یعنی مجموع پاسخهای ممکن برای آ رو با هم پیدا کن. خب حالا اگر برید اعداد 7 تا 16 رو با هم دیگه جمع کنید، به گزینه درست این تست خواهید رسید.
بچه روش سریع محاسبه این جمع رو هم انشالله در فصول آینده با هم بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. خب بچه اگر سوالی ندارید من برم سراغ در واقع اون تستای بعدی که انتخاب کردم. اگر سوال دارید بپرسید و الا عدد یک رو بفرستید تا من متوجه بشم که مشکلی وجود نداره تو این زمینه. درود بر شما که پا به پای کلاس دارید پیش میاید. بچه شماره تستای بعدی که انتخاب کردیم 70 و 72، 70 و 72. بچه به این دوتا تست نگاه کنید. اول 70، این همون کسرهای ممتد یا مسلسلیه که میخوایم با همدیگه حلش کنیم. بچه من گفتم اون قسمتی که داره تکرار میشه رو x بگیرید، حاصل رو هم x بگیرید و حالا یه معادله حل کنید. 2 به اضافه 8 x برابر می شود با x. خب بچه حل این معادله در حوزه مفاهیم معادله درجه 2ه که چون توضیح ندادم فعلا نمیخوام از معادله درجه 2 حلش کنم. منتها یادتون باشه بچه در آزمون یوس پس از اینکه میرید به عبارت انتهایی میرسید، یکی از بهترین روش ها برای پاسخ دادن سریع چک کردن گزینه هاست. الان اگر من دقت کنید، اگر من همین عدد 4 رو بردارم اینجا بذارم، 8 4 می شود 2، 2 به اضافه 2 مجددا همان عدد 4 میشه. یعنی عدد 4 باعث میشه طرفین سمت راست و چپ تساوی با هم برابر بشه، پس همین گزینه به عنوان گزینه صحیح انتخاب میشه. بچه‌ها راه حل دقیق این رو باید داشته باشید تا من انشالله تو معادله درجه 2 مفصلا به شما توضیحاتش رو بدم. اما خوب دقت کنید، گفتم بچه ها سوالات، یک سوال دیگه از این حل کنیم که مدلش با اون مدل قبلی متفاوته. بله مدلش با مدل قبلی بچه ها متفاوته. دقت کنید بچه ها، اینجا خودش برعکس سوال 70ه، خودش حاصل رو داده و اینجا هم که ایکسه. یعنی عملا بچه ها مگه من نگفتم هر آن چیزی که برای این تکرار شونده انتخاب میکنید پس از تساوی هم همونه، یعنی حاصل این برابر با 11 که اگر بنا باشه اینو حل کنم میشه 6 به علاوه x 11 برابر با 11. خب اگر این 5 رو ببرم اون طرف x 11 6 رو ببرم اون طرف این میشه 5، x برابر میشه با 55، یعنی گزینه دی که به راحتی براتون مشخص شده. دو تا نکته رعایت کنید، قسمت تکرار شونده رو شناسایی کنید، برابر با یک حرفی مثل ایکس بگیرید. دو، هر اسمی که برای قسمت تکرار شونده میذارید پس از تساوی هم همون رو باید در نظر بگیرید. به عبارتی وقتی پس از تساوی رو به من داده 11، من میدونم کل این قسمت تکرار شونده برابر با 11 خواهد بود، چون این دوتا باید یکسان گرفته بشن. خب برم بچه ها سراغ سوال 74، سوال بعدی که براتون انتخاب کردم که بتونیم حل کنیم. سوال 74 باز بچه ها یک تیپ سوال جدیدیه که شبیهش رو در حل زیاد خواهید دید در این مجموعه تست هایی که دارید میزنید و بهش زیاد برخورد میکنید. بچه ها از این من نتیجه میگیرم که طبق خواص مربوط به اعداد تواندار که اگر توان منفی بود چنانچه در صورت بود بره تو مخرج مثبت میشه و چنانچه در مخرج بود بیاد تو صورت مثبت خواهد شد. پس بچه ها من متوجه میشم A برابر با 3B به قوه منهای 1 همان A برابر با 3B. خب جایگذاری کنید میشه 3B به جای A به اضافه 5B ضرب داره. بچه ها به جای A میخوام چی بذارم؟ میخوام بذارم 3B. دور در دور، نزدیک در نزدیک، این 3 با این 3 خط میخوره، میشود B به اضافه B. به عبارتی 8B ضرب در 2B. خب این بیا با هم دیگه خط میخوره، 8 دوتا 16 تا، یعنی همون گزینه‌ای که دارید اینجا تحت عنوان گزینه ای ملاحظه میکنید. خب بریم سراغ تست بعدی، با هم دیگه تست بعدی رو هم بزنیم. تست بعدی بچه ها 99.
میخوام تست 99 رو در واقع با هم دیگه حل کنیم. تست بسیار مهمیه و عموما بچه ها به مشکل میخورن در حلش. بچه ها به خوبی دقت کنید، من به شما زمانی که داشتم تبدیل یک عدد اعشاری مختوم متناوب ساده و متناوب مرکب رو میگفتم توضیح دادم، همین امروز هم دوباره توضیح دادم، گفتم که مثلا 1.3 دوره گردش رو بخواید به کسر تبدیل کنید، اون یکش رو بذارید کنار، یعنی با قسمت صحیح کار نداشته باشید، همون اول یک فاصله ای ایجاد کنید بین قسمت صحیح و قسمت اعشاری. اگر بخوام صحبتهای خودم رو به صورت عملی پیاده کنم، به جای عبارت اول می نویسم x به اضافه 0.x با دوره گردش. برای عبارت بچه ها دوم به همین صورت می نویسم y منهای 0.y دوره گردش. بچه ها خیلی مهمه که دقت کنید، من یه چیزی رو همینجا بهتون تذکر بدم. بچه ها این منها هم برای قسمت صحیحه، هم برای قسمت اعشاری. یادت، خیلی از بچه ها در سالیان گذشته این اشتباه رو انجام میدن، منها رو برای این لحاظ میکنن اما برای اون بعدی لحاظ نمیکنن، خب که این صورت قطعا اشتباهه. خب اگه همین مسیر رو بخوام بچه ها برای مخرج هم انجام بدم، میشه x به اضافه 0.0x، منتها 0.0x همش زیر دوره گردش، منهای، ببینیم انشالله اگه بتونیم اینو پاک کنیم، اگه زحمت بکشن اینو پاک کنن، این علامت اینجا رو، کلا این تیکه رو اگر پاک کنید، این تیکه رو اینجا بر اینجا اگه پاک کنید که من باز یک سری توضیحاتی رو بدم. خب خب چاره ای نیست دیگه، ادامه میدیم. بچه حالا من اینو بچه ها ادامه میدم، ببینید اینجا یه علامت منها باید بذارم، منهای وای منهای 0.0y همش زیر دوره گردش. تا الان اتفاقی که بچه ها من رقم زدم این بوده، اومدم جدایی ایجاد کردم بین قسمت صحیح و قسمت اعشاری. خب در ادامه چه کار میکنم؟ خوب دقت کنید، در ادامه برای حل این سوال بچه خود x رو که می نویسم، به جای 0.x دوره گردش می دونم که باید بنویسم x نهم. اینا رو با هم دیگه در واقع یاد گرفتیم. خود y رو می نویسم، به جای اون هم منطقا باید بنویسم y نهم. مخرجم عیناً همین کار رو می کنم، x رو می نویسم، به جای 0x دوره گردش، چون دو رقم زیر دوره گردشه بچه ها، باید بنویسم در واقع x به روی 99. اینو بهش دقت کنید، منهای وای منهای وای به روی 99. این بچه ها تا الان صرفا اومدم اعداد اعشاری متناوب ساده رو به کسر تبدیل کردم. در ادامه حالا من در واقع باز میام اینو بچه ها این تخته رو میبرم بالا که بتونم باز براتون بنویسم. در ادامه بچه ها دقت کنید، بین این دوتا، یعنی بین عوامل مشترک از x فاکتور میگیرم، اولی میمونه 1، بعدی میمونه 1/9، اونجا از منهای y مشترک فاکتور میگیرم میمونه 1 به اضافه 1/9، مخرج هم به همین صورت، اگر از x فاکتور بگیرم 1 به اضافه 1/99 و اگر از منهای y فاکتور بگیرم 1 به اضافه 1/99. دوباره برای حل این قسمت بچه اگه دقت کنید این پرانتزها مشترکه، یعنی مجدداً میام در صورت از 1 به اضافه 1/9 فاکتور میگیرم میمونه x منهای y، تو مخرج هم از 1 به اضافه 1/99 فاکتور میگیرم دوباره میمونه x منهای y. این دوتا رو با هم ساده میکنم، به عبارتی آنچه باقی میمونه 10/9 پس از مخرج مشترک گیری، 10/9 به روی 199،
199 که خب اگر ساده سازی های لازم رو با هم انجام بدیم، این صفر با این صفر میخوره و تو مخرج 10 میمونه، این میشه 1، این میشه 11. دور در دور، نزدیک در نزدیک به جواب 11 دهم میرسید، که خب حالا چون من رد کردم نمیبینم کدوم گزینه است. به جواب بچه ها 11 دهم به این صورتی که میبینید اینجا میرسید. این بچه ها، البته من چند تا تست دیگه باقی موند که حالا باز بنا داشتم تحلیل کنم، منتها برید بچه ها تست ها رو بزنید. وقتی تست ها رو زدید، ما انشالله در جلسه آینده سعی میکنیم که یک رفع اشکالی رو مبنی بر حل این تست ها با هم داشته باشیم. اگر سوالی دارید، نکته مبهم باقی مونده، بپرسید، و الا که ما درس این جلسه رو تموم میکنیم. وعده ما تحلیل و پاسخدهی به همه سوالات فصل اول خواهد بود برای انشالله جلسه آینده. درود بر شما، انشالله که صحیح و سلامت و موفق باشید و چه مواظب خودتون باشید. تا جلسه آینده، خدا نگهدارتون، وقت شما بخیر.